ارفان سلام. آروم برادر من، آروم، چه خبره؟ ببخشید بلند بود، خدای ناموسم عذرخواهی میکنم. آقا ارفان چای یا قهوه؟ رضایت جان من تازه چای خوردم، اگه یه قهوه باشه بهتر. دوست دارم سلیقتو. سلیقتم خوبه. به حساب خودمون رفت. ترک، لاته، ماکیاتو، امریکانو، اسپرسو یا چی؟ ترک. ممنون. بی‌نظیر. میگم حالا شما اینجایی، من یه ترکی میخوام درست کنم. یه چند تا سوالم دارم. همیشه خودم آماده می‌کردم. یه چند تا سوالی هم بوده همیشه داشتم. اینا رو هم جواب بدم. چاکر شما هستم آقا رضایت. در خدمتم. جسارت از همون قهوه اسپرسو میتونم برای ترک استفاده کنم دیگه. شروع شد. نه دیگه معلومه که نه. اون وقت جسارتا درجه آسیابش چی باشه؟ خیلی ریز باشه. یه چیزی مثل آر. با آقای قهوه فروش بگی قهوه ترک میخوام. خودش قهوه مناسب رو بهت میده و نیازی نیست بری اونجا در مورد آسیاب اون قهوه اظهار نظر کنی رضایت جان. تا اینجاش بعد نبودی. بریم سوال بعدی. از چه ظرفی استفاده کنم برای درست کردن قهوه ترک؟ جذبه یا شیرجوش؟ نظرت با قوری کلن چیه؟ زیاد توصیه نمیشه رضایت جان. چیزی گفتی، گفتی شیرجوش و جذبه. جذبه این چیه؟ چه شکلیه؟ اومد گوشه سمت چپ تصویر رو اگه ببینی اون جذبه است. یه چند تا سوال پینگ پونگی ببینم سطح اطلاعاتت در چه حدی. آورد برای هر نفر چقدر قهوه؟ یک یا دو قاشق. قاشق چای خوری. سرپر یا سرخالی؟ سرپر. اون وقت این آب چی؟ آب چی؟ آقا فون جدی دارم با حرف میزنم، چه شوخی میکنین؟ حالا دو تا سوال ازت میپرسم یکم تو رود میخندم، فکر نکن جای خبریه. جواب سوال منو بده. نه یعنی آب معدنی، آب لوله کشی یا چی؟ بهتر از آب تصفیه شده استفاده کن. اون وقت این سرد باشه یا گرم؟ قطعا سرد. شیر هم میشه استفاده کنه اگه دوست داشته باشه. هنوز اون خنده یا تمسخرآمیز توی ذهنمه. قلبمو درد آورده اون خندت. آقا عرفان جسارتا این سوال منو کسی نفهم. این داستان شکر چیه؟ ما یه بار رفتیم قهوه ترکمون و اومدیم شکر توش بریزیم، اومدیم هم بزنیم، کلش از فنجون ریخت بیرون و عرضم به حضورت که اصلا هم نخورد. این داستان این شکر هم بهم بگو. ببخشید. شکر هم میتونی بهش بزنی اندازه‌ای که دوست داری شیرین بشه. یک یا دو قاشق چای خوری. قبل از اینکه بذاریش روی حرارت همش بزن. اونقدر همش بزن که دیگه سختیش رو احساس نکنی. چی آقا عرفان؟ عصبانی شدی؟ اگه عصبانی شدی من اصلا نپرسم سوالامو. عصبانی؟ نه اصلا عصبانی نیستم. این الان خوب کف میکنه؟ رضایت جان اون فومی که شما از قهوه ترک هایی که توی کافی شاپ ها سرو میشه میبینی به خاطر اینه که اونا رو با دستگاه بخار آماده میکنن و بسیار فوم میگیره. این کاری که من بهت گفتم رو بکن، بهت قول میدم یک قهوه بسیار عالی و ایدئال داشته باشی. قول دستت درد نکنه، ولی فکر نکن جای خبری ها. اولا که من خودم همینا رو میدونستم، دوم اینکه هر کدوم رو نمیدونستم یه سرچ تو اینترنت میکردم خودم جوابشو به دست میوردم. برای من یهو قیافه نگیری، فکر نکنی حالا به حساب چهار تا سوال ازت پرسیدیم. رضایت میگم که نظرت به ایلوان چای چیه کلا؟ الان که میبینم اصلا من دلم چای میخواد. اشتباه کردم گفتم قهوه ترک. یه چای بیار بخوریم. مسخره کردی ما رو؟ خب اصلا ما اول میگفتی چای. خدا نگهدار.